همه چی خوب بود. انتخابم کرده بودن آره مهماندری یه پارتی بزرگ که قرار بود توی ایران باشه. مثلا تو همون شمال پارتی کن. کدوم شهر؟ دقیق به اون نگفتم. خاطر مسئله امنیتی. بعد یهو اومدن به اون گفتن برنامه عوض شده، بعد بریم ترکیه. قبل سفرم یکم پول زدن به حساب اون که چیزایی که می‌خوایم برای سفر رو بخریم. اونجا که رسیدیم هم $500 دادن بهمون پول تو جیبی. یه سری تمرین‌ها کردیم برای اینکه چجوری پذیرایی کنیم و اینا. مهمونی شروع شد. شلوغ بود خیلی. کام تقریبا 1000 نفر بودن. چند تا دیجی بین‌المللی هم آورده بودن. همه چی خوب بود. یه سری پذیرایی کردیم. مهمونی که داشت تمام می‌شد مدیر اون صدام زد. گفت خودتون آماده کنین برای یه آفتر پارتی جمع و جور. بعدم اشاره کرد به آدمایی که تو قسمت وی آی پی بودن. گفت با اونا. همونایی بودن که عکسامون رو دیده بودن و انتخابمون کرده بودن. کیا بودن میشناختیشون؟ من نمیتونم اسمشون رو بگم. شما هم میشناسیشون. حالا شاید خودشون رو نه، ولی خانواده هاشون و بابا هاشون رو معروفن تو سیاست، تجارت. بعد؟ من و چند تا از بچه ها رو بردن رختکن. یه سری لباس بهمون دادن، گفتن اینا رو بپوشید. من و سوسن بودیم، گلاره بود، مرجانم بود. چند تا دیگه هم بودن، من نمیشناختمش. همونجا فهمیدیم چه خبره. مرجان دعوا رو انداخت، گفت من اینا نمیپوشم. ولی تهدیدمون کردم. بعدم مدیر اومد. یه سری آشغال داد خوردیم. مثلا نفهمیدیم چی شد. صبح بلند شدیم. فهمیدیم چه بلایی سرمون اومد. $2000 هم به اون دادن. یه داره نامزد داشت. اصلا باورش نمیشدم چون بلای سرش اومده. ما رو انداخته بودن توی آپارتمانی یا ته یه برجی. جبش دوباره اومدن سراغمون. بعد گلاره دید نمیتونه دستشون فرار کنه، با چاقو به یکیشون حمله کرد. ریخت از درش. من رفتم جلو. زدن صورت منم زخمی کردم. پلیس آمبولانس که اومدن یه فرصتی شد فرار کنم. میدونم مرجانم فرار کرده، ولی گرفتنش. سوسن بوم پیششون. گلارم مرد. پاسپورتامون از اون گرفته بودن. چی نداشتم. با بدبختی با قاچاق برگشتم. هرچی پول داشتم دادم به یه قاچاق چی. گفتم فقط منو برگردون. Ha ha ha.